شکوه ایران از زمان پادشاهی مادها شکل گرفت و با آمدن کوروش کبیر این شکوه برای مردمان باستان به اوج رسید. کشورگشایی، رفاه مردم و گسترش عدالت. علاوه بر اینها، آنچه که ایرانیان را از دیگر تمدن‌ها متمایز می‌سازد، استفاده آنها از نمادهای خاص بود. در دوران باستان، استفاده از نمادها نه تنها در کشور ما، بلکه در کشورهای بزرگ دوران باستان نیز مرسوم بود. اما نمادهای زمان هخامنشیان و بعد از آن نشان از اعتبار ایرانیان بود و باعث می شد تا سبک معماری ایرانیان و حتی زندگی آنان با سایر ملل متمایز باشد. این نمادها از دوران باستان تا قبل از قرن 18 میلادی نه به عنوان یک نماد تجاری بلکه به عنوان احراز مالکیت، جلوه دادن به اشیا و سفال بود. تعداد نمادهای دوران باستان و مخصوصا هخامنشیان به بیش از 50 عدد میرسد. این نمادها را میتوان در معماریها، سفالگریها و آهنگریها جست. نمادهای شناخته شده در دنیای باستان، جنگ شیر و گاو، از جمله نمادهای مبهم استفاده شده در زمان هخامنشیان است. در فرهنگ هخامنشی، گاو معناهای مختلفی دارد: نگهدارندگی، حاصلخیزی و باروری، و حتی به عنوان نماد ماه هم استفاده شده است. در دوران باستان و حتی بعد از آن، یکی از قوی ترین احتمالات نقش شیر و گاو به معنای فائق آمدن و پیروز شدن خورشید که همان شیر است بر ماه که نماد گاو بوده، یا به عبارتی روز و شب. علاوه بر این، نمادشناسان بر این باورند که این نقش برجسته معروف در تخت جمشید اشاره به دو سور فلکی شیر و ماه و سپس عید نوروز ایرانیان دارد. در این نقش شیر را نشانه خورشید و تابستان و گاو را نشانه ماه، باران و زمستان می دانند و در نهایت پیروز شدن شیر بر گاو و عید نوروز آغاز می شود. نماد فروهر. فروهر معروف ترین نماد هخامنشیان است. این نماد خاص و زیبا را در کتاب‌های باستانی و کتب مقدس به دفعات تکرار و مشاهده کرده‌ایم. شاید بتوان نماد مذکور را در بین معتبرترین و زیباترین نمادهای دنیای باستان دسته‌بندی کرد. ساخت این نماد آنقدر دقیق و زیباست که حتی پس از قرنها مشاهدهش انسان را در مورد دقت و ظرافت آن به فکر فرو می‌برد. فروهر، اهورامزدا، زرتشت و اسامی اینچنین نام‌هایی است که به آن نسبت داده‌اند. تاریخ‌دانان هنوز درباره نام و معنای آن اختلاف دارد. البته رد انتساب این نماد به اهورامزدا گفته می شود که در دین زرتشت نیز همانند دین اسلام خدا مفهومی انتزاعی دارد و نمی توان برای آن تصویر یا نمادی متصور شد. پس با توجه به حاکمیت مردم زمان هخامنشیان، احتمال نسبت دادن به خدا به این تصویر اندک است. علاوه بر این، نماد خورشید باردار را در فرهنگ‌های مصری، آشوری نیز مشاهده کرده‌اند و می‌توان این نماد را در مرتبط با آنها دانست. گلنار یا نیلوفر آبی در نگاره و معماری‌های هخامنشی و علل خصوص در تخت جمشید بارها دیده می‌شود و در جای دیگر به صورت غنچه، باز و یا بسته استفاده شده است. معنای اصلی نیلوفر آبی در فرهنگ هخامنشیان صلح و دوستی است. در نگاره خزانه که روی یکی از سنگ‌های بزرگ تخت جمشید حجاری شده، شاهگل نیلوفر درشتی را در دست گرفته
و پذیرای اقوام و ملل گوناگون است. در گذشته این را به داریوش کبیر نسبت می دادند که کنار ولیعهد خود خشایارشاه ایستاده است و هر کدام یک گلنار پارسی در دست دارند. اما پس از تحقیقات وسیع‌تر، باور اغلب باستانشناسان بر این شد که این نقش نگاره به فرمان خشایارشاه ساخته شده و شخص کنار او داریوش دوم ولیعهد اوست. سرو یلدا. سرو از جمله نمادهای معروف و البته مقدس ایرانیان و نشانه استقامت و پایداری است. نماد سرو یلدا در تخت جمشید را منتسب به شب یلدا یا همان شب چله می دانند. دلیل اهمیت این روز در باستان و نزد هخامنشیان این است که طبق باور آنان شب یلدا آغاز زایش مهر است. می دانیم که پس از این شب به مرور از بلندی شبهای زمستان کاسته شده و طول روزها بیشتر می شود و در نهایت سرمای زمستان کم کم جای خود را به گرمای بهار می دهد و ایرانیان به همین دلیل برای شب یلدا احترام خاصی قائل بودند. سرو یلدا در سنگ نگاره های تخت جمشید دیده می شود و یادگار طولانی شب سال و نوید نزدیک شدن به بهار است. نماد هما شاید بتوان معروف ترین نماد ایران باستان دانست. البته بخشی از این شهرت مربوط به لوگوی شرکت هواپیمایی ملی ایران است که با توجه به بزرگی این شرکت در سالهای دور لوگو و نماد هما توانسته به خوبی جهانیان را با این پرنده اساطیری آشنا کند. در افسانه‌های ایرانی سایه این پرنده را مایه سعادت و خوشبختی می دانند و پرنده هما برعکس جغد پرنده خوشیمن است و در بیتی از سعدی شاعر بلند آوازه ایرانی که سرود: همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد. و شاید دلیل محبوبیت این پرنده در بین ایرانیان بی آزار بودن آن است که به طور وفور هیکره نماد همای سعادت در تخت جمشید و دیگر کتیبه ها به وضوح می توانیم ببینیم و نمادهای بسیاری را می توان به آنها اشاره کرد، مانند پلکان‌های آپادانا که نقوش این پلکان یک شاهکار هنری است. این نقش برجسته هنری وجود تعداد کشورهای زیاد در این دوران است که مربوط به نمایندگان بیشتر از 20 قوم مختلف از جمله مادها، پارتها، ایلامیها، مصریها، باختریها، بابلیها، هندیها و تعداد دیگری را میتوان به وضوح مشاهده کرد. امید است بتوانیم در حفظ این آثار ملی کوشا باشیم. ممنون از اینکه با تاریخ ایران زمین همراه هستید.